من سارم ولی همه دکتر رو مرجعه کردم. بیماری من طوری نبود که مثلا در عرض چند ماه حل و فصل نشه. وضعیت جسمی من رو نگاه کنید کاملا تحلیل رفته است بر اثر همین کارشکنی ها و عقب انداختن هایی که توی پروسه بیماری داشتم. بارها شده بود که نزد دکتر رفتیم و قرار بود مجددا به نزد دکتر مراجعه کنیم ولی قرار رو کنسل میکردن و یا نمیذاشتن، گفتن دکتر نیستش. حتی همین داروی مسکر من حاضر نیستم بدن، داروها رو نگر میدارن، داروهایی که با پول خودمون خریدی نگر میدارن و نمیدن، میگن پوستشو بیار، نمیدن جلدشو بیار تا باید محافظت دارو بدیم، داروهایی که واقعا خودمون پروشه دادیم و خودمون خریدیم. و الان هم همینطوریه، من باید دونه دور داروهامو ببرم به توسط برادران به اینا نشون بدن تا یه دارو بدن. این وضعیت بیماران اشرف تو اینجاست و وضعیت منم خارج از بیماری بقیه بچه های اشرف نیستش. من نمونه از این بیماری هستم، بیماران هستم که تو اشرف فرود دارم و همواره تحت شکنجه هستم. خودتون میدونین که وقتی من درد میکشم لازم که مسکر بدن، وقتی مسکر نمیدن این جز شکنجه من چیز دیگه بیشتره نیست و همینا میخوان همینطوره باشه و خواستشون همین بوده و هست و بارها به زبان اشد خودشون گفتن، گفتن فعلا اشکال نداره برو بعد هر موقع وقت کردی میگم به تو دارو میزنیم یا به تو دارو میدیم یا تو رو مثلا درمان میکنیم. این شکنجه واقعا جز جنایت جنگی بیش نیست. جنایت جنگی مگه چیه؟ جنایت به صدا ضد بشر یعنی چیه؟ یکی میبرن زندان اعدام میکنن، شکنجه میکنن، یکی هم به این صورت اینها کمیته سرکوب و کمیته مسئول سرکوب خود مایکی موضوع خامنه‌ایه که اینا میخوان که ما اینجوری تحت فشار، ما به این صورت تحت فشار قرار بدن. ولی هیهات، من گفتم به نوبه خودم حرفی ندارم چون یک گرزنده مجاهدم تا آخرش بعد از 30 سال جنگ مبارزه الان به این شیوه وزیرانه میخوام برم زنو در برم. ولی هیهات، من از همینجا از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر میخوام که به این امر رسیدگی کنن و این وضعیت تو اشرف خاتمه بدن. از نیروهای آمریکایی میخوام چون اینا خودشون تعهد دادن که حفاظت ما رو به عهده بگیرن و خودشون قول دادن و نامه کتبی دادن و سند دادن که از ما حفاظت کنن و از زمانی که اشرف و تحویل نیروهای عراقی دادن و از به همین صورت محاصره ما ادامه پیدا کرده و قرار به اینجا رسیده که سر بیماران اونم باید مشکل داشته باشیم و جز شکنجه و آزار چیزی از دل ما نبریم. و این وظیفه آمریکایی است که مسئولیت به عهده بگیرن، وظیفه نیروهای سازمان بین المللی و حقوق بشری است که به این امر خاتمه بدن. و همینجا میگم جلاد ای ننگت باد، تا روز مجاهد خلق رو نشناختی. با این کارها نیروی مجاهد خلق از و اراده مجاهد خلق سیغر میخوره و هر لحظه با تو در جنگ خواهد بود. بلکه و این بیابیایی بود که ما از اول گفتیم به تو و جنگی بود که از اول با تو شروع کردیم و تا پایانش هم ادامه خواهیم داد و تا تو رو سرنگون نکنیم و ریشه بر نکنیم تو ایران زمین که آزادی خلقمون رو حقق کنه از پای نخواهیم نشست. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن مجاهد خلق است، مجاهدی که شکست ناپذیر در مقابل دلدادان و دشخیمان رژیم خامنه‌ای.